سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. من مینا هستم و بریم که با هم آموزش یه خیارشور خانگی ترد و خوشمزه رو با هم ببینیم. قبل از هر چیز اگر که کانال منو سابسکرایب ندارید، سابسکرایب کنید که بتونید ویدیوهای دیگه منم ببینید. خب در ابتدا من از خیارهای سایز کوچیک استفاده کردم. خیارام هم معمولی نیستن، خیارهایی هستن که روش برجستگی داره و گلولای و خاک یکم بهش میچسبه، بنابراین من با اسکاچ و کمی ریکا اینا رو به خوبی میشورم. میتونید از مواد دیگه مثل سرکه هم برای ضد عفونی کردنشون استفاده کنید. بعد از اینکه کاملا شسته شد آبشو میگیرم و بریم سراغ مواد اولیه‌مون. خب برای درست کردن خیارشور به چند تا شیشه تمیز نیاز داریم: سیر تازه، آب، سرکه سفید و سبزی‌های معطر مثل ترخون، شوید، نعنا، حالا هر کدومو که در دسترس داشتیم. در ابتدا من نصف یا ربع شیشه‌مو با خیارا پر میکنم و بهش دو حبه سیر اضافه میکنم، سبزی معطر اضافه میکنم و دوباره شیشه رو پر میکنم از خیارا و دوباره سبزی ها رو بهش اضافه میکنم. من از ترخون خشک استفاده میکنم به علاوه کمی سبزی نعنای خشک. در آخرم چند تا ضربه به شیشه بزنید که قشنگ خیارا در کنار هم قرار بگیرن و فضای خالی رو پر کنن. در آخرم من نعنای خشک و ترخون بهش اضافه کردم. حالا میرم سراغ شوگابم که من از آب تصفیه استفاده کردم. اگر که نداریم باید که از آب جوشیده سرد شده استفاده کنیم. به نیم لیتر آبم حدود 8 تا قاشق چای خوری پر من نمک اضافه میکنم. برای این مقدار آب هم حدود 1 فنجون و نصفی هم سرکه سفید. این مواد رو به خوبی مخلوط میکنم که کاملا نمک تو آب حل بشه. حالا شورابمو به خیارام تو شیشه اضافه میکنم و باید تا لبه شیشه رو پر کنم که خیارشورم کپک نزنه. برای شیشه دومم من از فلفلای تند چیلی استفاده کردم و همون روند رو دوباره تکرار میکنم. سبزی خشک میریزم، فلفل میریزم، خیار و سیر و شورابم رو دوباره به همون مقداری که آماده کرده بودم اضافه میکنم و در خیارشورا رو میگیرم. من به خاطر اینکه میخوام مدت طولانی خیارشورا رو نگه دارم خیارام رو سوراخ نکردم، ولی اگه میخواید که خیارشورتون زود برسه با یه خلال دندون خیاراتون رو سوراخ سوراخ کنید. درشون رو میگیرم و میذارمشون کنار. بعد از 2 هفته قابل استفاده هستن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین لایک و کامنت کنید نظراتتون رو و کانال منو سابسکرایب کنید. ممنون. با تشکر.